سلام، در این ویدیو پس از انتخابات آلمان قانون کنترل سرعت در شاهراه‌ها را در نظر دارد. هر بار که در آلمان صدر اعظم جدیدی انتخاب می‌شود، موضوع محدودیت و کنترل سرعت در شاهراه‌های این کشور در دستور کار قرار می‌گیرد. به همین دلیل پس از رأی‌گیری هفته گذشته، قانون‌گذاران در حال مذاکره درباره این قانون هستند. با این حال آلمانی‌ها هنوز هم در این زمینه اختلاف نظر دارند و این فرضیه هم وجود خواهد داشت که محدودیت‌های کلی سرعت بر شاهراهای آلمان اعمال خواهد شد و یا هیچ محدودیت کلی سرعت در شاهراهای آلمان وجود نخواهد داشت. هنگامی که آلمان صاحب یک دولت جدید شود، یکی از این دو اعلامیه اعلام می شود که همیشه این یک موضوع بحث برانگیز و یک نزاع پایدار بوده است. استیفان برادزل، مدیر مرکز مدیریت وسایط نقلیه در بریگس گلادباخ، نبود محدودیت و کنترل سرعت در آلمان را با حق حمل سلاح در ایالات متحده مقایسه می کند که هر دو موضوع بسیاری از افراد را تحت تاثیر قرار می دهد و هر دو باعث ایجاد بحث های داغ می شوند. احزاب سیاسی CDU و CSU نیز در این زمینه اختلاف نظر دارند. صدر اعظم آنگلا مرکل و دموکرات‌های آزاد و راستگرای افراطی آلترناتیو برای آلمان با محدودیت سرعت در شاهراه مخالف هستند. در حالی که سوسیال دموکرات‌های چپ میانه، سبزها و حزب سوسیالیست چپ با تعیین قانون کنترل و محدودیت سرعت موافق هستند. بنابراین آیا محدودیت کلی سرعت اعمال می‌شود؟ گفتن آن دشوار است. حزب SPD و سبزها که از سال 1998 تا 2005 با هم به صورت ائتلافی آلمان را اداره می کردند، در آن زمان محدودیت سرعت را تعیین نکردند. و وقتی صحبت از محدودیت سرعت در آلمان می شود، آلمان نیاز به زمان زیادی دارد تا این قانون را اجرا کند. تنها 10 کشور در جهان وجود دارد که محدودیت سرعت در جاده های خود را اعمال نکردند. آلمان با شاهراهای مناسب خود تنها کشور صنعتی غربی بدون محدودیت سرعت عمومی است. با این حال در بسیاری از قسمت‌های شاهراهای آلمان نیاز است که رانندگان سرعت خود را کاهش دهند. محدودیت‌های سرعت دائمی در حدود 30 اف از در بعضی از شاهراهای آلمان اعمال می‌شود و 10 فردر مشمول محدودیت سرعت است که در زمان‌های خاص بسته به آب و هوا، زمان و ترافیک اعمال می‌شود. آیا محدودیت کلی سرعت باعث افزایش ایمنی می‌شود؟ کسانی که طرفدار محدودیت سرعت هستند می‌گویند این امر باعث کاهش زخمی‌ها و کشته‌ها در تصادفات می‌شود. با این حال، آمارها نشان می‌دهد که حداقل در سال 2020 بیشتر مردم نسبت به جاده‌های داخلی آلمان به شاهراه‌ها بر اثر تصادف کشته شدند. یکی از دلایل این است که خطوط شاهراه ها عموماً گسترده تر و از نظر ساختاری باعث ایجاد ترافیک نمی شود. طبق گزارش ADAC، بزرگترین باشگاه وسایط نقلیه آلمان، کشورهایی که محدودیت سرعت عمومی در آن اجرا شده، مانند بلژیک، فرانسه و ایالات متحده از نظر آمار تصادفات بهتر از آلمان هستند. که حدود 21 میلیون عضو این سازمان در گذشته علیه محدودیت سرعت مبارزه کرده است. در سالهای اخیر این تصمیمشان تغییر کرده و 50% موافق و 45% در حال حاضر مخالف هستند. کاهش انتشار دیوکسید کربن، بحث دیگری که طرفداران قانون محدودیت سرعت ارائه می دهند این است که انتشار دیوکسید کربن در هنگام حرکت وسایل نقلیه با سرعت زیاد بیشتر است. بر اساس گزارش آژانس فدرال محیط زیست، آلمان در مجموع تنها کمتر از 860 میلیون تن کربن دی اکساید در سال 2018 منتشر کرده است که حدود 158 میلیون تن آن توسط ترافیک جاده‌ای ایجاد شده است. بر اساس محاسبات آژانس، محدودیت کلی سرعت 130 کیلومتر در ساعت در شاهراهای آلمان می تواند از تقریبا 2 میلیون تن کربن دی اکساید جلوگیری کند. یک مقام مسئول از مرکز مدیریت وسایط نقلیه می گوید من معتقد هستم که این مشکل احتمالاً خود به خود برطرف می شود، زیرا بیشتر رانندگان آلمانی به سراغ موتورهای برقی می روند. وی می گوید رانندگان موتورهای برقی معمولاً با سرعت 120 تا 130 کیلومتر در ساعت حرکت می کنند، نه سریع‌تر، زیرا در غیر این صورت شارژر باتری موتورشان به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. این بود خبری از آلمان. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم.